بلند میشه. درست. ولی ممکنه من آخرش به این حلقه ها نرسه، ولی بالاخره عدالت خدا ایجاب میکنه به اندازه‌ای که اون تلاش کرده بهش بده. بعد چه جوری است که مثلا شما میگین که مثلا یه چیزایی رو بهش نشون میدن، دریافتایی رو داره، بعد روانی میشه؟ ببینید ماجرا اینجاست که اولا لا یکلف الله نفسا الا وسعها، این درست، ولی از اون طرف قضیه ما حکمت الهی رو داریم. حکمت الهی میگه که به اصطلاح اشتیاق به خرج بدی باید پاسخش رو بگیری. درست شد یا نه؟ خب حالا اگر ما پاسخ نگرفتیم عکسشو برهان خلق بریم از این بر. اگه اشتیاق به خرج بدی پاسخ میگیری، اگه پاسخ نگرفتی دلیل بر چیه؟ نداشتی. توجه میکنید؟ بنابراین درد نیست وگرنه طبیب هست، درد اشتیاق نیست وگرنه طبیبی که بخواد درمانش بکنه هست. ماجرا اینجاست که تمام قضایایی که پیش میاد و اینها تو اون افراد هم دچار اون مسائل مشکلات شدن دلایل متعددی داره، قضایای متعددی داره، بعضی چیزها رو توجه نکردن، بعضی درس ها رو دقت نکردن، بعضی جاها تو این قدرتی که اومد نمیدونم به یه شکل خاص عمل کردن و خیلی مسائل وجود داره. توجه میکنید؟ خیلی قضایا و مسائل وجود داره که این افراد میتونستن اینجوری نشن ولی در واقع نتونستن از دل اون ماجراها اون چی رو که باید و شاید داشته باشن در بیان. باز تقصیر خودشونه، چون دیگه الان میدونید که ما همه چیز قانون داره، قانونمنده، و اونا همه قانون، قانون در قانون در قانون در قانون، همه اینا هست و اونها هم تخلف‌های فردی دارن، تخلف‌های شخصی دارن که خب ما گزارش های زیادی هست ولی باید از زبان ما شنیده نشه، باید از زبان خودشون شنیده بشه. دقت بکنید، باید از زبان خودشون شنیده بشه که مستند، چون ما بگیم یک مسئله داره ولی وقتی مستند از زبان خود فرد میشنوین، مثل همین گزارشی که الان شنیدین، این یک مسئله دیگه ای داره.